شهادت میلیشیای مجاهد فاطمه مصباح. قیام بزرگ مردم علیه رژیم ولایت فقیه. شهادت آیت الله مجاهد، حبیب الله آشوری و میلیشیای مجاهد خلق، گیتی و سادات جوزی. بیست و ششم شهریور 1360، شهادت میلیشیای مجاهد فاطمه مصباح. مجاهد قهرمان فاطمه مصباح یکی از فرزندان خانواده کبیر مصباح بود که در بخش دانش آموزی سازمان مجاهدین فعالیت میکرد. فاطمه عشق به آزادی و آرمانهای توحیدی را در کانون گرم و پرشور خانواده قهرمانش آموخت. او در دوران مبارزه سیاسی و افشاگرانه علیه ارتجاع خمینی بارها مورد حمله چماقداران قرار گرفت. یک بار حتی با آجر سرش را شکستند. سرانجام در تظاهرات مسلحانه 25 شهریور دستگیر شد و مورد شکنجه قرار گرفت. فاطمه 13 ساله با مقاومت شگرف خود شکنجهگران را به زانو درآورد، اما تسلیم نشد. از این رو جنایتکاران برخلاف همه قوانین و ابتدایی ترین حقوق بشر، خون پاک این مجاهد 13 ساله را بر زمین ریختند. اما حماسه پایداری این دختر مجاهد و خانواده قهرمانش بر زبانها جاری شد و هنوز هم در رگان دختران و پسران ایران زمین خون قیام را به جوشش وامی دارد. بیست و هفتم شهریور 88، قیام بزرگ مردم علیه رژیم ولایت فقیه. خمینی از بدو روی کار آمدن رژیمش در ایران مناسبت‌های مختلفی را برای پیش بردن مطامع ارتجاعیش به تصویب رساند. از جمله آنها روز قدس است، روز به اصطلاح اعلام همبستگی با فلسطین ادعا شده. ولی واقعیت این است که هدف خمینی پیش بردن سیاست صدور ارتجاع در خارج از ایران برای در سایه قرار دادن سرکوب داخلی بود. سالها روز قدس روز دجالگری خمینی و خامنه ای علیه مردم فلسطین و مردم ایران بود. اما سال 88 در روز 27 شهریور مردم ایران برخلاف دجالگری های رژیم این نمایش را به خیزشی برای آزادی تبدیل کردند. شعارهایی همچون نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، مرگ بر دیکتاتور و زندانی سیاسی آزاد باید گردد، همه خیابانهای تهران و شهرهای دیگر را پر کرد. به ویژه شعار نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، یک رویاروی آشکار با رژیم پلید ولایت فقیه بود. پس از آن قیام بزرگ، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت به مردم دلیر تهران و دیگر شهرهای ایران که نمایش روز قدس رژیم را به خیزشی برای آزادی تبدیل کردند درود فرستاد و خطاب آنها گفت: قیام امروز شما پیروزی بزرگی علیه خامنه ای و احمدی نژاد است که با بسیج تمام قوای خود، با بکارگیری وحشیانه ترین شکنجه ها و تجاوز ها علیه دختران و پسران زندانی و با حمله وحشیانه به اشرف نتوانستند مانع شما شوند. بیست و هشت شهریور 1360، به شهادت رساندن ده ها تن از زندانیان مجاهد در زندان اوین
و شهادت آیت الله مجاهد، حبیب الله آشوری و میلیشیای مجاهد خلق گیتی و سادات جوزی. سحرگاه 28 شهریور سال 60 در روزهایی که خمینی با محو آخرین آثار آزادی جوخه های اعدام را در اوین و دیگر شکنجگاه هایش در سراسر کشور برپا کرده بود و مأمورانش در کار کشتار رشیدترین فرزندان مجاهد و مبارز مردم ایران بودند، خبر اعدام ده ها تن از مجاهدان از جمله آیت الله مجاهد، حبیب الله آشوری، مجاهد خلق گیتی و سادات جوزی و مجاهد خلق محمد صادق گلزاده غفوری از رسانه های رژیم اعلام شد. مجاهد شهید حبیب الله آشوری از زندانیان سیاسی زمان شاه بود که همواره از مجاهدین دفاع می کرد. رژیم خمینی که از این مواضع او به شدت گزیده بود در سال 59 او را دستگیر کرد و مورد شکنجه قرار داد. اما آشوری با ایمان و وفاداری به اسلام انقلابی و مجاهدین در برابر تمامی شکنجه ها مقاومت کرد. رژیم آخوندی سرانجام او را در 28 شهریور سال 60 پس از 9 ماه اسارت به جرم هواداری از مجاهدین و حمایت از مبارزه مسلحانه به جوخه تیرباران سپرد. آشوری قهرمان از مرگ سرخ استقبال کرد و جان خود را فدیه آزادی خلق و پالایش اسلام انقلابی نمود. مجاهد قهرمان گیتی و سادات جوزی نیز یکی از ده ها مجاهدی بود که همان روز پس از مقاومت در برابر شکنجه ها سر و جان در راه آزادی خلق و میهنش نهاد. به قسمتی از وصیت‌نامه این شهید توجه کنید. من گیتی و سادات جوزی فرزند احمد با ایمان کامل به توحید و کلی اصول عقاید ایدئولوژی مترقی و انقلابی اسلام آخرین شب را برای رسیدن به دیار رفیق اعلی ثانیه بشمارم. پس از عرض سلام که از تک تک یاخته های وجودم نشأت می گیرد از دور همه تان را می بوسم و برای همگی به خصوص مامان خیلی خیلی دلسوز و مهربونم که همه زندگی به خاطر وجود خانواده خود چون شمعی سوخت و زندگی من را روشنی و گرما بخشید و بابای ماه دوست داشتنی که همه هستی عمر خود را در راه سعادت ما گذاشت و برگ سبز وجودش هنوز تابستان وجود را نپیموده به پاییز گراییده، از خداوند متعال صبر و استقامت می‌خواهم. مامان جون به همه بگو که من با کمال افتخار و سربلندی در این راه رفتم، با این امید که شاید جون ناچیز من فدیه‌ای باشه در راه آزادی همه محرومان دنیا. انشالله روزی که حداقل شما نظارگر آن جامعه قسط توحیدی باشید.